و در آن توضیح دادم که روش‌های آموزشی سنتی ما از بسیاری نظرها به روش‌های جدیدی که از غرب گرفته این برتری دارند. نراقی در این دوران مدعیات بزرگی رو مطرح می‌کرد. می‌گفتش که سرشت و ماهیت تمدن غرب به گونه‌ای هستش که هیتلر و استالین ها رو پدید می‌آورد. می‌گفتش که این جمله‌ای که احسان نراقی گفته اینه، میگه من اصولاً به غرب شک دارم. یک مطالعه دقیق و جدی به ما نشان خواهد داد که در بطن جامعه غربی هنوز نه هیتلر ها از میان رفتن و نه استالین ها. تمدن غرب به نظر من اساساً هیتلر زا و استالین زاست. باز هم توجه بکنید احسان نراقی در این زمان یکی از اعضای انجمن شاهنشاهی فلسفه هست. اون میگه اما شرق درست برعکس غربه. تو شرق ما زرتشت رو داریم، بودا رو داریم، محمد رو داریم، گاندیا رو داریم، شرق اینا رو پدید آورده. اما گاندی تصویری است که شرق از آزادی دارد. بیان او تبروری است از همه سنت ها و اعتقاداتی که از پیامبران بزرگی همچون زرتشت، بودا و محمد به ما شرقیان رسیده است. نراقی مدعی بودش که حتی غربیان نیز از فرهنگ شهری گریزان شده و دارن شعار بازگشت به روستاها رو میدن. رو شهریان روز به روز از خود بیگانه تر میشن، اما انسان روستایی نراقی میگفت نشاط داره، همبستگی اجتماعی بیشتری داره. روستا نراقی میگفت روستا پاسدار اصلی فرهنگ ماست، مظهر زبان ماست، مذهب و عرفان ماست. روستا نماد و جایگاه فرهنگ اصیل بود که سنت، رسوم، تاریخ، اعتقاد و مذهب تون انبان شده بود. اینها رو هم نراقی میگفت. این دوره دوره اسلحه سازی بود. دوران مبارزه با امپریالیسم بود. از همه منابع در دسترس استفاده میشد، به عنوان سلاح تبدیل میشد به سلاح علیه امپریالیسم. یکی شعر رو تبدیل به کلاشنکوف میکرد، دیگری به سراغ منبع عظیمی چون اسلام و تشیع میرفتن دیگران تو از اون خمپاره و موشک بسازن. علیرضا میبودی نیز در دهه 1150 اسلام رو سپری در مقابل امپریالیسم غرب میشناسد. اون میگفتش که اسلام عامل نجات بخشیه که به گفته او اگر سلاحی نباشد سپری است. سپری در برابر چی؟ سپری در برابر امپریالیسم. اما میبودی میگفت اسلام بیش از اینا برای ما اهمیت داشته و داره. میگفت تنها نقطه اتکا و یگان مکان سنتی است که میتواند میان مسلمین شرقی پیوند ایجاد کند و این اتحاد بسیار گسترده‌ای به منظور مقاومت در مقاومت و مبارزه با دشمن مشترک پدید میاره اسلام. خب شاه و ملکه فرای پهلوی این نوع افکار افراد و سر کار رو به کار گرفته بودن و اینها بودن که برای رژیم شاه گفتمان و دیسکورس می ساختن. این گفتمان از کجا میتونه سر در بیاره؟ این دیسکورسی که اونا می ساختن. خود شاه حتی تو پایان کار در وقت مرد در کتاب پاسخ به تاریخ وقتی به گذشته نگاه میکرد، به اون دستاوردها نگاه میکرد، از اونا تجلیل میکرد و همچنان دفاع میکرد. این جملات خود شاه رو ببینید، میگه که تو پاسخ به تاریخ بسیاری از مردم ایران تصور میکردن که هرچه متعلق به گذشته است کهنه و مخالف ترقی و حتی ارتجاعی است. این باور نوعی بی‌اعتنایی به فرهنگ و سنت و گونه غرب گرایی افراطی در بعضی گروه های اجتماعی به وجود آورده بود. مبارزه با این طرز تفکر برای ما از اهمیت خاص برخوردار بود تا ایرانیان به بزرگی و تنوع و جامعیت فرهنگ و تمدن و هنرهای خود بیشتر و بهتر پی ببرند و بدین سان مبانی وحدت و هویت ملی تحکیم شوند. خب شاه میگفتش که معمارهای غرب زده ایرانی به تقلید از غرب بسیاری از ساختمانهای قدیمی و محلات صنعتی را به بهانه نوسازی ویران کرده و میگفت به جای اونها بناهای بی‌هویت درست کرده. بچه ها میگفت شهبانو در این زمینه فعال شدش تا از سنت ایرانی پاسداری بکنه. شاه و ملکه و روشن فکرانشون چی کار داشتن میکردن؟ دوره. اینا همه‌شو داشتن بنزین برای آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی آماده می‌کردن. اونا همه‌شون داشتن حساب بانکی آیت الله خمینی رو فرم می‌کردن. هر چی اونا تولید می‌کردن
ریخته میشد به حساب بانکی آیت الله خمینی. از این مقدمات، از این گزارش چه نتیجه ای میخواییم بگیم؟ بحث ما اینه که جدایی نهاد دین از نهاد دولت، همونطور که بارها تذکر دادیم و نواندیشان دینی هم ازش دفاع میکنن، یک اصل مهمه. اگر نهاد دین از نهاد دولت متمایز باشه و در اون صورت دیگه دولت هم مجری احکام شریعت نخواهد. به این ترتیب از این منظرم نمیتونید به محمد رضا شاه پهلوی ایراد بگیریم. رضا شاه و محمد رضا شاه دیکتاتورهایی بودن که جدا به جدایی نهاد دین از نهاد دولت باور داشتن، اما نمیتونیم ادعا بکنیم که اونها دین و امری خصوصی و شخصی به شمار میآوردن. محمد رضا شاه نه تنها در قلمرو دین دائما اسلام نمایی میکرد، به شرکت تو جلسه قبل گفتم، بلکه به روشهای گوناگون دین رو وارد قلمرو عمومی میکرد. دفعه پیش شاید حتی سپاه دین درست کرد. تمام اینا رو من تو جلسه گذشته شرح دادم و جلسه امروز هم بخشی از اونها رو، کارهای دیگه ای رو بهش اشاره کردم. اسلام ایرانی که شاد داشت درست میکرد، اسلام ایرانی که شاه و توسط افرادی که ملک فرای پهلوی تعیین کرده بود بر ساخته میشد، اینا زمین ساز انقلاب اسلامی 1357 بود. اگر نگیم غرب ستیزی، حداقل میتونیم ادعا بکنیم که نقد رادیکال اندیشه تجدد که از آبشخور فکری مارتین هایدگر و هانری کوربن سیراب میشد، یکی از ارکان اون اندیشه ها بودش. اسلام، البته که اسلام شاه و ملکه و روشنفکرای شاه اسلام شریعت و آیت الله خمینی نبودش، اما دفاع جانانه‌ای که اونا از اسلام به عنوان مظهر رحمت، عشق، معنویت، عطوفت، مهر، عدالت، آزادی میکردن، همه و همه اینا دست دست هم میداد، یک بستر، یک زمینه، یک کانتکستی رو فراهم میکرد که شریعتی و خمینی میتونستن تو اون دانه بکارن. یعنی اون بستر و اون زمینه و اون کانتکست و شاه و فرع و روشنفکرانی که اونا به کار گرفته بودن آماده کردن. رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی سلاطین مسلمان سکولار دیکتاتور بودن. آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای هم سلاطین مسلمان مدعی حکومت دینی هستن. هر چهار تا اینا برای ما حکومت های دیکتاتوری درست کردن، رژیم های سلطانی درست کردن. سلطانیسم هر چهار تن اینا نشون دهنده این بود و این هست که استبداد 93 سال اخیر ایران ریشه های بسیار عمیقی تو جامعه ما داره که به راحتی نمیتونیم اونو به یک عامل تحویلش کنیم، تقلیلش بدیم، فرو بکاییمش. شاید کسانی گمان کنن که ما به رضا شاه و محمد رضا شاه نیاز نداشتیم، ما به لینین و استالین نیاز داشتیم که اساساً دین رو به کلی نابود کنن. یه عده مدعی هستند که اگر ما دین نداشتیم دموکراسی حتما پیدا می‌کردیم. اما ساده ترین چیزی که میتونه ابطال بکنه همین مدعا رو اینه که لنین و استالین و دیگر کسانی که در اروپای شرقی سابق اومدن و دین زدایی کردن، دین رو به عنوان خصم رفتن سراغش که نابودش کنن، دموکراسی نتونستن درست کنن، رژیم های توتالیتر درست کردن. همین آمریکا که یکی از کشورهای دیندار تا این کشور مغرب زمین هست تونسته نظام دموکراتیک درست کنه. ما نمیخوایم نقش علل روان شناختی، ویژگی های شخصی، خلق و خوی زمامداران خودکامه رو انکار بکنیم، اما از پدیده های اجتماعی باید تبیین های جامعه شناختی بدیم. پدیده های جمعی رو باید با پدیده های جمعی تحلیل و تبیینش کرد، نباید به عقده های فردی، به روان شناسی شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه و آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و اینا بیاییم چیز بکنیم، به اینها بیاییم توجه بکنیم. و اون کسانی هم که میخوان تمام مشکلات ما، مسائل ما همه رو بگن ناشی از اسلامه، این یک دیدگاه تک علتی و کاذب و ایدئولوژی هست. البته قرائت هایی که در طول تاریخ ما از اسلام شده، یکی از عوامل مؤید نظام های سیاسی استبدادی بوده. اون نوع اسلامی که تو تاریخ ما درست شده، اون اسلام اسلامی بوده که با جباریت، با دیکتاتوری سازگار بوده. اما ما نمیتونیم کل نظام های دیکتاتوری استبدادی که تو ایران در طول تاریخ داشتیم و تاریخ نظام های سیاسی ما تاریخ نظام های استبدادی بوده، بگیم اینا رو به اسلام تقلیلش بدیم و بگیم اینها رو اسلام درست کرده.
این مدعای ایدئولوژیک کاذب بر راهگشا هم نیستش. خب تحریف به تحریف تاریخ می انجامه این نوعی کرد، این برای ما تاریخ ما رو تحریف میکنه. در طول در کوتاه مدت ممکنه ما بتونیم یه عده‌ای رو فریب بدیم، یه عده‌ای رو گمراه بکنیم، اما با گذشت زمان، دور شدن از رویدادها، خط ارتباط احساسی میان این ستم دیدگان و زمامداران ستمگر تاریخی رفته رفته تاریخ‌های واقعی‌تری برساخته خواهد شد. شما به رضا شاه و به محمد رضا شاه پهلوی نگاه بکنید، پس از گذشت 33 سال از انقلاب 1357، تحلیل اون دسته از مخالفان شاه که هنوز زنده هستن از اون دوران تغییر کرده. اون نوع سیاسفیدسازی که ما تو زمان شاه میکردیم امروز دیگه مقبول نیست. یعنی بسیاری از همون مخالفین رژیم شاه که در اون زمان بودن و رژیم شاه بر رضا شاه رو تبدیل میکردن به سیاهی مطلق و مخالفین خودشون رو به سفیدی و پاکی مطلق تبدیل میکردن، امروزه همه اونا رسیدن به این که اون نوع اپروش، اون نوع رویکرد اشتباه بوده. همین کارو ما امروز داریم میکنیم. امروز هم ما داریم سیاسفیدسازی های مطلق میکنیم. یک طرف سیاهی مطلق، شیطانی، پستی مطلق، یک طرف هم اهورایی، پاک، آسمانی مطلق هستش. این نگاه ها نگاه هایی که 50 سال دیگه دیگران ردش میکنن، نقدش میکنن و باز هم ما میفهمیم که باز هم نگاهمون به تاریخ اشتباه بوده. با این همه تو بحث دین و دولت تجربه تاریخی به ما نشون میده که تمامی نظام های دموکراتیکی که تا به امروز انسان ها درست کردن تو روی کره زمین، این نظام ها نظام های سکولار بوده. ما هیچ نظام دینی دموکراتیکی نداشتیم. به تعبیر فنی تر نهاد دین، جدایی نهاد دین از نهاد دولت یا سکولاریسم شرط لازم ساختن دموکراسی است. شرط کافی ساختن دموکراسی نیستش. یعنی اینطور نیست که شما بگید اگه ما سکولاریسم داشته باشیم، دین از دولت جدا کنیم، 100% ما دموکراسی خواهیم داشت. نه، اینجوری نخواهد. یکی از ده ها و صد ها متغیری که برای ساختن دموکراسی نیاز داریم جدایی نهاد دین از نهاد دولت یا سکولاریسم هستش. مسئله ایران فقط و فقط مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. رژیم خودکامه سکولار شاه رو ما سرنگون کردیم. خب یه رژیم خودکامه استبدادی دینی جایگزینش کردیم. هیچ هدف مقدسی به نام سرنگونی رژیم وجود نداره. اگر چیزی باید مقدس به شما بره، تک تک همین آدم ها هستن. همین آدم هایی که راه میرن، گوش دارن، پوست دارن، استخون دارن، اینا درد و رنج میکشن. وظیفه ما کاهش درد و رنج همین آدم هاست، همین مردم ها. این مردم باید شرایطی براشون پدید بیاد، شرایطی باید براشون ایجاد بشه که بتونن آزادانه میان شقوق گوناگون یکی رو انتخاب کنن. افرادی که امروزه تو جهان توسعه یافته زندگی میکنن، آزادانه زندگی میکنن، هیچ خطری اونا رو تهدید نمیکنه، هیچ هزینه‌ای نمیپردازن، اینا اخلاقا حق ندارن از طرحهای پشتیبانی بکنن که موجب افزایش شدید درد و رنج مردم ایران بشه یا موجب کشته شدن ده‌ها یا صدها هزار ایرانی بشه. یکی از مسائل بغرنج تاریخ ما همیشه این بوده و هست که یه عده برای خودشون رسالت تاریخی قائل بودن که به زور مردم ایران رو از جهنم موجود به یک بهشت خیالی راهی بکنن. رضا شاه و محمد رضا شاه میخواستن مردم رو به زور از جهنم عقب موندگی به بهشت تمدن پیش ببرن، پرتاب کنن. آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای هم اومده بودن تا مردم رو به زور از جهنم فساد و فحشا به بهشت اخروی برونن. امروز هم یه دولت های قصد دارن تا با بمباران کشور ما ایران رو از جهنم جمهوری اسلامی به بهشت دموکراسی پرتاب کنن. تو تمامی این پروژه ها، این طرح ها، نظر خاص و آرزوی انسان ها همین آدم های دوپای واقعی پایمان میشه. به تعبیر دقیق تر این انسان ها، این آدم هایی که دارن زندگی میکنن، اینا مهمن، اینا ابزار ماها نیستن برای رسیدن به اهدافمون، ابزارهایی نیستن که زندگیشون اهمیت و ارزش نداشته باشه. ما باید نگاهمون رو به انسان‌ها عوض بکنیم، نگاهمون رو به ایدئولوژی‌ها عوض بکنیم. همه آیین‌ها، همه ایدئولوژی‌ها، همه ادیان از جمله دین اسلام، اینا ساخته شدن، درست شدن برای خدمت به همین انسان‌ها. نباید انسان‌ها رو، آدم‌ها رو قربانی اندیشه‌های ناکجا آبادی کرد. نباید اونا رو به زور قربانی ایدئولوژی‌های ناکجا آبادی بکنیم. آدم‌ها
مهمن، مقدسن، ارزش دارن. این آدم ها هستن که باید تصمیم بگیرن، اونا باید مجاز باشن تا آزادانه درباره زندگی خودشون، درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن و فکر کنن که چی کار میخوان بکنن. اون چی که مهمه سرنوشت اینها هستش، آینده اینها هستش و باید به اونها اجازه بدین. وقت من تموم شد، همه شما رو به خدا میسپارم تا نوبت بعد. خدا نگهدار شما.